سه نفر میرن دزدی، نصف شب صابخونه یه شکی میکنه، یه صدایی میاد و پا میشه میره تو آشپزخونه، اون سه نفر یه یکی یه گونی میکشن روش و میشینن. طرف خوابالود یک لغت میزنه به گونی اول، طرف از توی گونی میگه خش، یعنی نون خشکه. یه لغت میزنه به گونی دوم، خوابالود یارو از توی گونی میگه فش، یعنی این برنج. یه لغت میزنه به گونی سوم، میبینه صدایی نمیاد، یه دونه محکم در سومی رو از همه محکم تر لغت میزنه به گونی، اونی که تو گونی بوده اینطوری میکنه: آرده بابا آر، که صدا نداری جا. ما از استان کرمان اینجا مهمان داریم؟ کرمان، بله؟ اجازه هست دیگه شوخی کنم. شما به موبایل این کرمونیا زنگ بزنید. اپراتور میگه مشترک که مورد نظر پای منقل است. البته جوکا حقیقت نداره، ولی میبینی کرمونی میگن که تو ما اگه نصف دنیا رو بهت بدیم دست از فضولی برمیداری؟ گفت ها، من به شرط که بدونم اون نصف دیگیشو به کی میدی. آخه مثلا دیگه چه شهری تو اون استانا هست؟ مثلا استان کرمان، بم ها؟ بم یه رفته بود حج؟ نه طواف میکرد، نه ببخشتن نماز میخوند، هیچ کاری. پیش گفتم تو برای چی اومدی اینجا هیچ کاری نمیکنی؟ یه تا چرا صد دور آخه تو میچرخی اینجا؟ طواف هفت دوره. گفت من طواف مواف حالیم نید، یه مسقال تریاک گم کردم دنبال او میگه. دیگه چه شهری داریم؟ میدونید که بهترین پسته های دنیا مال ایرانه و بهترین پسته های ایران هم مال رفسنجانه. خب بعد جالب، نه جدی میگم، هیچگاه نمیتونید شما از خود باغهای داخل رفسنجان پسته‌ای بخرید که درش بسته باشه، همیشه بازه. میگن یه بار یه موز کرمانی به یه پسته رفسنجان گفت که میگه ما تو چرا همیشه درزت وازه؟ اینا هم که زیر جواب نمیمونن که اینا. گو پهمه تو خوبه برا، 200 تومن شلوارت میکشی پایین. دسته خوبه. یه وقتی یه خانومی، البته خدا انشالله ریشه طلاق رو از کشور ما بکنه، ولی یه وقتی یه خانومی با 3 تا بچه جدا شده بود، زن یه آقایی شد که اونم از زنش جدا شده بود، 3 تا بچه داشت، اینا بعد 3 سال صاحب 3 تا بچه شدن، شد 9 تا. یه روز آقای خواب بود، دید اینا سر صدا میکنن، گفت زن این بچه ها چه مرگشون آقه؟ گفت هیچی عزیزم، بچه های من با بچه های تو دارن بچه های ما رو میزنن. میشه خواهش کنم فقط اصفهانی ها دست بزنن؟ خدا شاهد است تعدادشون بیشتر است. این آوا تو دست زدن هم صرف جویی میکنه. اصفهانی براش مهمون اومده همون دم در خونه، 45 دقیقه نگرش میداره، عادتشونو کلن. خب بعد 45 دقیقه اینطوری میکنه: دادا تعارف نکن، مرغ هست بگم تخم کنه. ولی دختر اصفهانی ها بد نیست بدونید، هر جا که من یکی دوتا آمار جدی توشه اند حاضر جوابی هم. دختر اصفهانی مثلا رفته با مامانش مانتو بخره، با ننجونش، نه پیره زن مثلا، آقا ببخشید این مانتو چندی است؟ پسر بی ادب اینطوری میکنه: قابلی نداره، 10 تا بوسه. باشه ور میدارم. ننجون بی زحمت شما حساب کنید.
بچه به باباش میگه که بابا نمیشد ما مثل همه با کشتی سفر کنیم؟ باباش میگه خفش و شنادا بکن. بعد از اصفهان آبادان کو اجازه است آبادان. خودت میشه خواهش کنم بگی به چی معروفین؟ نیست برو آبادانیا یه نمه لاف دیاره لاف نه دروغ نه چیز خالی بندی آخه میشه گناه میشه دروغ نه لاف یه چیز مثلا گندش میکنم مثلا بهش میگم بیا بریم تو کارون شنا کنیم میگه ولی که حال نمیده اونجا کوسه نداره یا مثلا رفته کتاب فروشی اینه نگاه کن رفته کتاب فروشی اینطوری میکنه این پوستر منو داری؟ یارو گفت نه گفت تو هم تموم کردی؟ بهش گفتن این عراقی ها شما رو چجوری شکنجه میکردن؟ گفت ای ولک نگو دست پامونو میبستن نوار بندری میذاشتن دست بوده دیگه دست پای شما رو نبسته عمدی میگم که بهش گفتم این بچه چرا اینقدر زشت و سیاه بعدا اینو از تو فیلم دراره خب در نیاری پدرمو در بهش گفتم این بچه چرا اینقدر زشت و سیاه است گفت ولک شو تاریک من اون دستانا میخواست این محمد رضا گلزار بسازم چی؟ نه بلا از این نگاه باید دومیانا جونم برای شما بگی که انشالله که همه خانوما مخصوصا خانوما مشهدی که دیگه اصلا به خاطر قداست مشهد این داستان حتما توشون هست که سیرتشون همیشه زیباتر از صورتشونه به خاطر که کلن اصلا جدی میگم اونایی که نمیدونید بدونید اصولا آدمایی که خیلی با خدا خوبن خوشگل‌ترن حالا چه مردش چه بچه‌اش چه زنش یه چیز بدون آرایش بیا بدون هیچی ولی بعضیا تو این فرون اوف. یعنی کاری نیست که نکرده باشن اسرائیل رفت توی بیمارستان یه خانم 45 ساله گفت اومدی جون منو بگیری گفت نه خیر نوبت شما 35 سال دیگه است تا زن اینو شنید پرید موها رو هایلایت کرد اینجا رو بوتاکس زد پلکش رو تتو کرد ابروهاشو پلکش رو جراحی کرد چشاش رو لنز گذاشت پروتز گونه گذاشت لبش رو این تزریقی ها ژل زد اینجاها رو جراحی کرد یه پروتز اینجا گذاشت یه پروتز اینجا گذاشت جراحی شکل صرف اونجا رو نمچی کار کنه اونجاشو روز آخرم رفت آرایشگاه با یه دست لباس شیک تیپ زد اومد از در آرایشگاه بره بیرون ماشین زد مرد به اسرائیل گفت من تو نگفتی من 35 سال دیگه میام دنبالت اونم گفت اه شمایی چقدر عوض شدی من نشناختم برای افشای یک رمز از طرف یک راز از طرف آقایون خانوما دختر خانوما پسرا به ظاهر به صورت شما اهمیت میدن در اصل میشینن تو خلوت خودشون سیرت شما رو بررسی میکنن حواستون باشه اینم هستین دیگه آره اون که آره یه مطلبی من میخواستم بگم خدمتشون خوب شد علی یادآوری کرد خانوما شما یه خورده با هم اتحادتون کمه آقایون اوف یعنی اتحاد دارن ها مرده صبح رفته خونه گوش کن صبح رفته خونه زن اینطوری میکنه دیشب کدوم بوری بودی؟ میگه من خونه دوستم بودم آن زنه دست شوهره رو گرفت به 10 تا از دوستاش زنگ زد 8 تاشون گفتن آره اینجا بود حالا این 8 تا رو برکن اون دوتای دیگه باحاله گفتن خواب بیدار شد میگید زنگ بزنید